خانم سیما جوینده ولی پیشین غور اینجا حضور دارن. خیلی زیاد خوش آمدید خانم جوینده. تشکر. چرا برکنار شدن؟ به نام خداوند بخشنده مهربان سلام و عرض ادب دارم خدمت بیننده های شما. تسلیت میگم فرزند های رشید افغانستانه که امروز سر بروی خاک گذاشتن، اول برای خانواده هاشا و دوم برای تمام مردم افغانستان. چرا برکنار شدم؟ واقعا به ارتباط برکناریم یک معمایی که خودم هم نمیدانم که چرا برکنار شدم دیگه، بنا نمیتونم این پاسخ بر شما بیدم. چه کس تعیین کرده بودتان؟ خب به هر صورت وقت شما خبر دارین که من وکیل بر حال پارلمان بودم و چند باری پیشنهاد کردم به جناب رئیس اجراییه. جناب رئیس اجراییه برم جوابی ردم ندادن و جواب منفی و مثبتشان معلوم نشد. باز باری از طرف رئیس جمهور خبر شدم که آگاه شده از این گپ و استقبال کرده، که من هم خیلی راضیم و ازش تشکری میکنم از اعتمادی که به من کرد. و با رئیس جمهور دیدن؟ بله با رئیس جمهور دیدن. نه رئیس جمهور زمانی دیدم که از من امتحان گرفت. خب با رئیس جمهور دیده بودن؟ و با او امتحان در واقع کامیاب شدن. بله بله. اما وقتی که برکنار شدن نمیفهمین چرا برکنار شدن؟ نمیفهمم به امضای کی برکنار شدن یا میفهمید؟ چون به خاطر از اینکه اسنادی که به دسترس من قرار گرفته از ارگان های محل، با او اسناد شماره مکتوبی که جناب رئیس جمهور گفتن امضا کرده، اما شماره از طریق ارگان های محل به ما خبر دادن. دیگه من نمیدونم که چرا برکنار شدم. هیچ دلیل نگفته؟ هیچ معلوم نیست؟ نه هیچ دلیل نگفته. شاید هم به گفته برخی هایی که منتقدین شما هستن به خاطر ضعف مدیریتتون. نمیدونم به خدا که اگر ضعف مدیریت می بود چرا من معاون کابل گفتن وقتی که من توانایی یک میلیون سوال برای من هم بود. بله. اگر شما قرار به این می باشد در ساختار حکومت به می شکل است، اگر توانا بودید خب میتونستین خدمت بکنین به اونجا. اگر منطقش این بود. بله. اگر حالا استدلال مخالفان شما اگر ناتوان بودین شما برکنار شدن، چرا معاون ولی شوین؟ با شما معاون ولایت قبول هم نکردین؟ نه به خاطر از اینکه امو اسم مادر بودنم برام اجازه نداد و بر علاوه از او آگاه شدم که معاون سیب ولایت کابل از طریق رقابت آزاد آمده. دیگه بنان به عنوان یک مادر به خود اجازه ندادم که یک فرزند خود که از طریق رقابت آمده بالا کنم و به جایش بشینم. چه برداشت کردن وقتی که به این شکلی که نمیفهمین چرا برکنار شدن، نمیفهمین که چرا تعیین شدن؟ از تعیینتون هم خبر بودن؟ با شما مشوره شد معاون؟ بله میشه. بله از تعیین شدنم خبر بودم ولی از برکنار شدنم خبر نبودم. نمیدونم اصلا احتمال داره سوال پیش بزرگا باشه که من ندانم. تعیین شدنتون قبول کرده بودن؟ بله قبول کرده بودم. حالا قبول ندارن؟ چی؟ نه ابتدا قبول نکردم. یک هفته پیش برای من جناب معاون سیب زنگ زدن، معاون ولایت کابل همی عرفه تکرار کردن که به باری اول من برش گفتم که هیچگاه اما اسی مادر بودنم برم اجازه نمیده و سوال پیشم خلق شد که وقتی که من ناتوان بودم چرا معاون شدم، وقتی که توانا بودم چرا از ولایت پس شدم؟ غور 1 میلیون نفوس داره یا کمتر از 1 میلیون، کابل 5 میلیون نفوس داره. وقتی که من 1 میلیون نفوس نتونم روبری کنم چطور میتونم 5 میلیون نفوس روبری کنم؟ و پیش من یک معمای بسیار بزرگ از اون جرم خودم نمیدونم، چون با خاطر از اینکه به من معلومه والیایی که مردن و ولایت ها و شما هم آگاه دارین روزی که من از روزی که من رفتم 5 ماه و 20 روزی که به ولایت غور بودم هیچ ولسوالی سقوط نکرده. پیش از او در حالی که والی مرد بوده ولسوالی سقوط کرده، ولسوالی دیگه محاصره شده و نزدیکترین جاده ای که شارای مرکز ولایت غوره و طرف کابل یعنی به 20 کیلومتریش اونجا ما شاهد کشتار دست جمعی بودیم و دیگه دشمن همیشه به داخل مرکز داخل میشد. بنان یک معمای از روز که رفتم الحمدلله هیچ تلفاتی نداشتم. بخاطر تعیین شدن به عنوان معاون ولایت کابل با شما مشوره شد، دیدن شد، چی گپ شد؟ نه اصلا نشد. هیچ خبر ندارن معاون ولی شدن؟ نه هیچ خبر ندارم. فهمیدن به امضای کی معاون شدن؟ یعنی معلوم است براتون جدی میگم؟ بله اینجا من اسناد دارم که چی کس امضا کرده؟ اینجا از طریق ارگان‌های محل به من یک مکتوب آمد که خودت به عنوان معاون ولایت کابل و جناب معاون صاحب پالیسی هم امرای ما صحبت کردن، جناب معاون صاحب اداری هم امرای ما صحبت کردن. من برای از نام گفتم که اگر من توانایی دارم پس چرا اینجا نباشم؟ مکتوب است پیشتر؟ اگر بله مکتوب است. اگر ناتوانم پس چرا من به کابل برم؟ کابل بری ولایتی که واقعاً
خیلی مشکل. اما یک چیز از خانم جوینده، شما روزای اول هم که تعیین شدن به ولایت رفتن خیلی سر و صدا برپا شد، اتفاقا مسئله رخشانه پیش آمد، خود شما خبرساز شدن، گاه آمدن با موتر در واقع بسیار عادی از مسیر عبور کردن، هر لحظه شما در واقع خبرساز بودن. خودتان میفهمن که چه دلایل ممکن در پس پرده بوده باشه که شما برکنار شدن؟ حدس می زدم می خب به هر صورت من فکر می کنم که شما به ارتباط بهتر خبر داشته باشین، به خاطر از اینکه روزی پیش از اینکه من برام رئیس شورای علما، بلکه چون به خاطر از اینکه رفاقتا و دوستی های بین شورای علما و شورای ولایتی بود و ایا با یکدیگر از یک قوم هم هستند به اصطلاح ما، گاهی اوقاتی از طریق قضوا سر صداهای شنیدم و بعد از اینکه رفتم رئیس شورای علما، خود علما پس کردن از ریاست، گفتن این 8 سال میشه که به ما ریاست خوب نکرده، ما یک آدرس نداریم. و رئیس شورای ولایتی هم واقعا به این ارتباط همراهی ما بعد پیچید که ناراحت شد از پیش ما. در گذشته طوری بوده که موادی که به خاطر فقرا اونجا روان کرده میشده، اون مواد طوری توضیح میکردن که یک تعداد بزرگا رو باید خوش نگاه کنن. بنابراین باز ما از این داستان خبرم نبودم و آرزوی از این گپرم نداشتم. من به این فکر بودم که مواد به دست خود فقیر باید داده شوه، یعنی به یک درخواست چند قلم مواد یا چقدر مواد داده نشوه، فقط امو اندازه ای که بر یک نفر گفتن به خود شخص داده شوه. این واقعا کاری شد که تچ شد به بین ما و رئیس شورای ولایتی و رئیس شورای علما، که وا آمدن بر ما گفتن، اختار دادن مر که اگر و بستر دریارم شما خبر دارین که جر جنجال به ارتباط بستر دریا، یعنی خوابگاه دریا، اریم دریا، نه خوابگاه دریا که دریاهای بزرگ افغانستان 150 متر الا 500 متر اریم داره، با ارتباط هم امرای ما صحبت کردن، تعدادی که اگر همی سه چیز قبول نکنی، مثال رئیس شورای علما، دوباره رئیس شورای علما کن، که از توان ما نبود چون علما یک نهاد جداگانه و مربوط خودش میشه، و موادی که بر مردم توزیع میکردم برای فقرا، این از شخصی خود من نبود و هستوان من نبود، من مجبور بودم ایر برای فقرا توزیع کنم. و بستر دریا هم بستر دریا بود که من از توانی از این نبودم که ایر برای یک تعداد بزرگا که اونجا دیکان ساخته بودن برای خود برای از نا بیدینم. بنابراین به می خاطر بود که با چند بار من اختار دادن که ما میرم سر صدا میکنیم به ارتباط خودت. من به خاطر از اینکه پاک بودم گفتم سر صدا هم که بکنن بالا، احتمال داره صدای زیار نشنوه، گفتم برین هر چقدر که صدا میکنین، اگر صدایتان حقیقت داره برین صدا کنین. و من خاطر بود که وا رفتن سر صدای خود بالا کردن و خود مردم به دفاع از ما با جاده ها ریختن و بالاخره و دیگه توانایی صدا کردن را هم نداشتن که به او بستر دریا در حقیقت یک نفر از وکیلای ما و یک نفر از سناتورای ما شریک بودن به این گپ، یعنی یک دیکان داشتن و ما اونجا پلی داریم که 60 سال پیش اجداد بابای ما ساخته بود و ما به یادی خودم او در حالی که بستر دریا وسیع بود و هیچ نوع ممانعتی وجود نداشت، در گذشته وقتی که سال پربار می آمد یا بارندگی زیاد می شد، آب از سر پل قل می خورد. با ما ارتباط بیاد دارم که حتی مردم قلور خیرات می کردن به اصطلاح غوریا و گاو می کشتن که می پل آب نبره. ما از امو ترسی که هم به شفاخانه ما آسیب نرسه و هم پل ما آب نبره، با ما خاطر اور ندادم و در حقیقت غیر قانونی هم بود. ما مجبور شدم که ایعتی تعیین کنم و او ایعت که اسناد ایعت هم به پیش ما هسته، رفتن اور بررسی کردن تمامی رازور که واقعا خلاف قانون خانم جوینده، در کنار از او شما حدودا دو ماه پیش گفته بودن که افراد زنستیز و غاصبان زمین شما را تهدید به مرگ کردن، کیا هستن این؟ خب به هر صورت من فکر کنم او یک سوی تفاهم شد، به خاطر از اینکه زیاد از ما پرسان کردن که آیا اینقدر که نمیمونه که غاصبان زمین های حکومت غصب کنه، آیا ترسی نداری؟ به ارتباط من گفتم، من جواب اینطور گفتم که اگر مرد تعدید با مرگم بکنن من باکی ندارم، یعنی تعدید نشده گفته بودم تعدید نشده و احتمال داره که شده باشم، احتمال داره که شده باشم، بله شدم ولی من باکی ندارم، از اون نمیترسم چون به خاطر از اینکه تعدید مرد چند نفری معدودی میکرد بسته غور از ما پشتوانی میکرد. ناراحت نیستن که
نمیفهمین چرا برکنار شدن، نمیفهمین در این حکومت چرا معاون والی شدن، احساس ناراحتی نمیکنن؟ نه اصلا به ارتباط احساس ناراحتی نمیکنم، فقط واقعا به چیزی که احساس ناراحتی میکنم همینه که وقتی که من قاسبین زمین جلوگیری کردم و فاسدین اداری را به سرانولی معرفی کردم، با اون صورت من برکنار شدم که احتمال داره جرمی من باشه. اگر فردا باز حکومت بایرتان بگوید که برن والی فلان ولایت چند میرین؟ نه فکر کنم که گپرم نتونم قبول کنم. یعنی دیگر نمیکنه قبول؟ نه به خاطر از اینکه واقعا بر من کمتر مشکل شد، پیش خودم یک معمایه، باشه ببینم آخر از این پیدا کنم که چی گپ بوده. و بر علاوه از او خیلی متاسفم کسی که به فساد اداری بررسی روان کرده شد، ممنوع الخروج از طرف سارنولی معرفی شد، او باز به جای من ایوازی که او به موز بره و ایوازی که توقیف شد و ایوازی که از او سوال شد، او باز به جای ما اومد سرپرست شد. موینیم بله. چی برداشت میکنین؟ حالا از یک طرف بحث او ستیزه که در واقع شما با گفته خودتان با قاسبین زمین داشتین، از یک طرف شما معاون تو را متهم ساختن، ممنوع خروج شد، امی برداشت کلیتون چیه؟ چی جرم بدون شک، یعنی در واقع معاون شما بود که بعدن سرپرست شد، خب امی برداشت کلیتون چیه؟ چی جریان داره؟ اصلا نمیدونم، باور کنی که نمیدونم، یک معمای پیچیده است. گرچه من به ارتباط از اینکه از غور تبدیل شدم، من به قانون احترام میگذارم، به نظر بزرگا احترام میگذارم، البته لازم دیدن، ولی یک کاش که امیرم من بدانم که گناه من چی بوده. و اگر من چون به خود قانونی میدانم و میخوام که یک الگو باشم و برای از میخوام که آبروی زنای افغانستان نبرم، آزیرم که اگر جرمی داشته باشم نباید بر مکافات معاونیت داده شود، باید مجازاتی دار داده شود، باید القاویز شم تا مردم لااقل پند بگیره. چه احساس میکنن در کلیتش اگر بخواین نگاه بکنن در موارد امی برکناری و تعیینیتون، چه برداشت از حکومت کردن؟ نمیدونم، از نمایندگی مردم رفتن والی شدن، از ولایت برکنار شدن، خودتان هم خبر ندارن، بعدش معاون والی شدن، چی احساس میکنن؟ چی برداشت میکنن؟ شما یک زمان نماینده مردم بودن. واقعا این سوالیه که بسیار به من سخته که برای جواب بگم، به خاطر از اینکه تا حالا من این سوال پیدا نکردم، جوابی از امیر من پیدا کرده نتونستم. اگر امی لحظه شما را یک جمع از سیاستگرای بلند مقام حکومت ببینه و مردم، کسایی که بیشتر از این بر شما رأی دادن، تمام مردم افغانستان در واقع شما را میبینن، به اون گپ آخرتون چی میگن برشون؟ یعنی باور کن که به پیش من یک معمای خیلی مشکل است. شما سوال بسیار سختی را از من کردین. سوالی که از من میکنین باید این سوال از بزرگا کنین که او برای شما بگوین که قناعت شما حاصل شوه و قناعت مردم افغانستان حاصل شوه. در حقیقت این معمایی که من نمیدانم، چند بار دیگه مگه پرسان کنیم یک گپ میگم. سپاسگزار خانم جوینده از حضورتان. خانم شیما جوینده، والی پیشین غور.